بحران خشکسالی از یک سو و معضلی بزرگتر از آن، یعنی بحران مدیریت در حاکمیت فعلی ایران، فرونشست زمین را به یکی از عظیمترین بحران‌های پیش روی این کشور تبدیل کرده است. بحرانی جبران ناپذیر که سکونت را در مناطق بسیاری از این سرزمین ناممکن می‌کند. در تازه ترین خبر در این زمینه، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید 285 مدرسه در اصفهان تحت تأثیر پدیده فرونشست قرار گرفتند. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. پدیده فرونشست زمین که بسیاری از دشت‌های ایران را فرا گرفته است، علاوه بر آسیب رسانی و تخریب بناهای تاریخی، بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر گذاشته است و به گفته کارشناسان در آینده ای نه چندان دور منجر به خسارت‌های مالی و حتی تلفات جانی خواهد شد. در سالهای گذشته، گزارش‌های متعددی از فرونشست ناگهانی زمین در خیابان‌ها و مناطق مسکونی در شهرهای مختلف منتشر شده است. هفته گذشته، زنگ هشدار فرونشست زمین در استان سمنان به صدا درآمد. استانداری سمنان اعلام کرد که شهرهای سمنان، امیریه و بستام بیشترین میزان فرونشست را در این استان دارند و استفاده زیاد از آبهای زیرزمینی عامل مهم ایجاد این فرونشست هاست. مصرف بی‌رویه آبهای زیرزمینی از دلایل اصلی فرونشست زمین در ایران به شمار می‌رود. هفته گذشته، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز درباره پدیده فرونشست زمین در تهران هشدار داده و اعلام کرده بود که فرونشست زمین در 4 منطقه 18، 19، 16 و 17 تهران جدی است و در دهه‌های آینده این پدیده اتفاق ناگواری برای تهران خواهد بود. روزنامه همیهن خرداد امسال نوشت تمام مناطق اصفهان درگیر فرونشست شده و این پدیده حتی به نزدیکی آثار تاریخی این شهر نیز رسیده است. این روزنامه به نقل از یک کارشناس باستانشناسی که نخواسته بود نامش فاش شود، از بناهایی مانند مسجد حکیم و عتیق، بقعه شهشهان، درب امام، حمام وزیر، مسجد و حمام علی قلی آقا و مسجد سید در اصفهان نام برده بود که درگیر فرونشست شدند. روزنامه جوان نیز تیر سال جاری در گزارشی اعلام کرده بود که فرونشست زمین در ایران 40 برابر میانگین جهانی است و 40 میلیون نفر از جمعیت ایران در محدوده تحت تأثیر این پدیده زندگی می کنند. با همه این هشدارها و خرابی‌های بزرگی که این فرونشست‌ها برای شهرهای مختلف ایران پدید می‌آورد، دولت هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است و کماکان به صورت رسمی و غیر رسمی از منابع آبی زیرزمینی بهره برداری می‌کند یا استفاده غیر قانونی از این منابع را نادیده می‌گیرد. در تازه ترین خبر، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید 285 مدرسه در اصفهان تحت تأثیر پدیده فرونشست قرار گرفتند. مجید عبداللهی روز یکشنبه 24 دی ماه به خبرگزاری ایلنا گفت که از میان این مدارس 44 مورد آسیب دیده و 14 مدرسه نیز تخلیه شدند. وی در ادامه افزود در اصفهان جابجایی دانش آموزان و رفتن آنها به مدارس دیگر سختی‌هایی را ایجاد کرد، ولی تلاش کردیم جابجایی و جایگزینی مدارس و دانش آموزان همزمان انجام شود. عبداللهی همچنین تاکید کرد اکنون در 6 استان شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوی، یزد، فارس و قزوین مدارس ما بیشترین آسیب پذیری را به دلیل فرونشست زمین دارند. در سالهای گذشته، کارشناسان بارها درباره بحرانی شدن فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران و آسیب جدی به آثار تاریخی و باستانی هشدار دادند.